برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دانشجویان و اساتید دانشگاه کیونگ بوک در شهر دایگو در جنوب شرقی کره با برپایی راهپیمایی ایستادگی در برابر مخالفان ساخت مسجد در حال ساخت در محله نزدیک به دانشگاه و احترام به کثرت گرایی را خواستار شدند. هدف اصلی این راهپیمایی مقابله با اسلام حراسی است. اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه از اول ماه جاری هر دوشنبه و پنجشنبه در حالی که از ساختمان اصلی به سمت دروازه شمالی پیاده می روند راهپیمایی می کنند تا آگاهی جامعه را نسبت به احترام به تنوع بالا ببرند. در هر راهپیمایی حدود 20 تا 50 نفر شرکت می کنند. در عملیات ضد تروریستی نیروهای پلیس مبارزه با تروریسم ایالت خیبر پختونخوا که در شهر پیشاور انجام شد، 3 تروریست بازداشت شدند. نیروهای پلیس با کمک نهادهای اطلاعاتی یک مخفیگاه تروریستی را شناسایی و در جریان پاکسازی آن مقادیر زیادی سلاح، مهمات و بمب‌های دستساز کشف و ضبط کردند. گفته می شود تروریست های بازداشت شده عضو گروه های ممنوع فعالیت این کشور هستند. 5 گروه مسلمان از دادگاه کبک کانادا خواستند حکم استانی را که فعالیت مذهبی در مدارس دولتی این استان را ممنوع می کند خلاف قانون اساسی اعلام کند. این گروه ها همچنین از دادگاه خواستند حکم کند که اصول سکولاریسم دولتی و بیطرفی مذهبی نمیتواند برای دستور ممنوعیت نماز یا سایر اعمال مذهبی در اماکن عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ماه گذشته وزیر آموزش کبک دستورالعملی را صادر کرد که به طور رسمی هر گونه فعالیت مذهبی در مدارس، مراکز آموزش حرفه‌ای و مراکز آموزش بزرگسالان را ممنوع می‌کند. گروه‌های مسلمان استدلال می‌کنند که این فرمان منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و همچنین منشور حقوق و آزادی‌های بشر کبک را نقض می‌کند.